دو تا سخنرانی آماده کرده بودم، یکی اون داستان دینامیک نسل‌کشی بود که یه خوردم گسترده تر بود، خودم از گسترشی خورده ترسیده بودم، دیدم در کمتر از یک ساعت نمیشد، و یه دومی هم بود که به فرایند تکاملی کوشش‌های تاکنونی ایرانیا میپردازه تو این روزگار نوین و اینی که ما کجا ایستادیم و سراسر این فرایند تکاملی به کجا میخواد بره، و اون کوتاه‌تر یه خورده سبک‌تر اونو می انجامم. خب بیزه بدید، چون به یه فارسی کمابیش بهینه ساخته یا نابی نوشته شده، من گفتم شاید دشوار باشه، من سراسر سخنرانی رو انداختم در صفحه باشه که دوستان بتونن همزمان بخونن، براشون آسان دریافت‌تر خواهد بود. در این 200 سال گذشته از آخوندزاده و کرمانی گرفته تا به امروز، روشناندیشان ایرانی بیشتر و بیشتر رو به پرسمان مسئله دگرسازی ایران پیشا اسلامی به ایران اسلامی و پیامد آن برای سرگذشت تاکنونی ایران باریک نگر شدند. به ویژه در گذار صدی 20 میلادی، حتی با آنکه بسیاری از اگر نگوییم بیشترگان اکثریت اندیشه پردازان و قلمزنان ایرانی به اندیشه های مارکسیستی روی آورده و به همراهی اندیشه پردازان اسلامی 1000 سال گذشته دشمن فرهنگ کلاسیک پیشا اسلامی ایران گشته بودند، بخشی دیگر از روشناندیشان به سان پور داوود، هدایت، بهروز، ذبیح بهروز، امام شوشتری، زرین کوب و بسیار دیگر، این رشته پژوهشی و آن پرسمان کلیدی را فراتر پی می جستند. کوشش های آغازین در این سوی نخست بیشتر در بازدریابی پژوهیده های فرنگیان از ایران باستانی فرا می گشت. زیرا که این فرنگیان بودند که با برآمدن از روزگار روشنگری و دانشگرایی با بررسی سامان ورانه سیستماتیکلی و بس سخت کوشانه کلید زبان‌های باستانی ایران به ویژه فارسی باستان و اوستایی و نیز پهلوی را فراهم آفریدند با کوشش بسیار و درون مایه آن نوشتارها را بهتر و بهتر دریافتند. البته فرنگیان با همه دلدادگی به پژوهش تاریخ کهن خاور نزدیک و میانه پیوسته گونه‌ای از توریست فرهنگی بودند و ماندند و به سوی پرسش‌های بغرنج نمی‌کامیدند دست یاخت. از این رو آن اندک ایرانیان آگاه گشته روزگار جنبش مشروطه پی بردند که شاید تنها ایرانیان می شایند و می بایند برداشت درست و بی پرده‌ای از سرگذشت تاریخی ایران برنهاد. دشوارترین پرسشی که فرنگیان از روی ادب و تعارف و ایرانیان پیشا مشروطه و نیز بیشتر آنان پس از مشروطه از روی خوی گرفتگی به شکست تاریخی خیش نمیخواستند بران دست یاخت و پاسخهای دیکته شده اسلامیون، یعنی همان خداوندگاران راستین ایران شکست خورده پس از اسلام را همچنان سر می دادند، همان کلیدی ترین پرسش همه تاریخ ایران بود. این پرسش کدام بود؟ آیا ایران با شکست فرجامین و روانشکنش از اسلام از جاده پیش غلطشی evolutionary، ترجمه من است برای evolution، از جاده پیش غلطشی خیش برون افتاد و سر از فرایندی تاریخی درآورد که آن را از یک ابرنیروی برجسته و پیشرفت‌جوی روزگار باستان در گذار 1000 سال به ایران جهان سومی کرخت و ناکارآمد امروزی درآورد؟ این از من کلیدی ترین پرسش تاریخ ایرانه که تاریخ نگارای فرنگی یک سر از کنارش گذاشتن، مگه دو سه تا از اون قدما، اون قدیمی ها که پولیتیکالی کرکتنس کمتر دشواری برانگیز بود تا به امروز، کریستیانزن تا اندازه بیش سر زد تا اندازه، و یکی دو نفر دیگه بودن، معمولا اسکاندیناوی یا آلمانی بودن. حالا داستان دراز، ولی در روزگار 50-60 سال اخیر که دیگه ببینید پس از جنگ دوم با این تاریخ نویسی مدل نوین هیچکی در حقیقت قدیم در حقیقت کریستیانزن بود و ویدنگرن، ولی من به این نمیپردازم. این پرسش ولی کلیدی ترین پرسش تاریخ ایران، آیا ایران با شکست فرجامین و روانشکنش از اسلام از جاده پیشغلطشی خیش برون افتاد، از جاده تکاملی یا اِوولوشنری طبیعی خودش،
و سر از اون فرایند تاریخی در آورد که از یه ابرنیرو یک کشور ناکارآمد کرخت درست کرد. در نیمه دوم صدی بیستم در دستگاه دانشگاهی روزگار پهلوی دوم، این پرسش ها و پردازش ها تا آنجا فراتر گبالیدند، دیولوب شدند که نیز سرانجام حتی دانشمندان جا افتاده دانشگاهی به سان پور داوود و زرینکوب با آن روی آوردند. این یه پرش بسیار مهمی بود که درون دانشگاه هم به این بپردازه و در چارچوب کار کرد و روش پیشنگاهانه محتاطانه ویژه دانشگاه آن هم در یک ایران اسلامی پیش بردن. تا اونجا که در دانشگاه کشور اسلامی میشد روش کار کردن. پور داوود به هنگام بازدریابی دستاوردهای اوستاشناسان فرنگی به ویژه آلمانی، دریافت باریک نگرانه‌ای از دستگاه فرهنگی پیشا اسلامی به دست آورد و آن را به لایه‌ای یه خورده گسترده تر از لایه شهرنشینان میانه گسترانید. اینجوری یه خورده توی شهرهای بزرگ این اندیشه‌ها جا افتاد تو بخش باسوادا. زرینکوب از پایگاه یک کارشناس متنای کلاسیک اسلامی عربی با برنگاشتن دو قرن سکوت برای نمونه، تراماند یا اون سنت هزار ساله ستایشگویی از سپاهیان اسلام و سپاسگزاری از درهم شکنی فرهنگی خیش به دست اسلام را، ایرانیای تاریخ نویس صدر اسلام همش میگفتن که سپاسگزار بودن که چقدر خوب شد اسلام اومد و فرهنگ پیشین ما رو ورانداخت، همین تو همین سنت بود تا مشروطه در حقیقت ایران. زرینکوب اولین کارشناس متون کلاسیک اسلامی عربی بود که با این شکست به چالش کشید و البته خود زرینکوب هنوز در بسیاری زمینها گرفتار افسانه پردازی های تاریخ نگاران آغاز اسلام موند که اونم توی گستره کار ما اینجا نمی کنجه. بیرون از دانشگاه و یا در برهم کنش اینتراکشن با دانشگاه، روشن اندیشانی بسی فراتر هم رفتند. ذبیح بهروز تاریخ نگاران کهن اسلامی را در شیوه سانسورگشته و دروغ بافانه آنان و تاریخ نگاران فرنگی را در کجروی های ویژه خیش و فروکفتن ایران باستانی رو در روی هماوردان یونانی رومی فاش نمود و به چالش کشید. شاید او در این بستر آزادترین و خود ایستادترین نگاه را داشت. او از همه بیشتر آغاز کرد به شک کردن. اولین کسی بود که خود ایستا میاند، به راست کاملا خود ایستا میاند. نشد البته برخی جام تندروی داشت، چون هر کسی که با این کارا میآغازه اولش خود اخراق هم میکنه. هدایت با توان بی همانند خودش در انگارش و دریابش جهانهای بیگانه و گم شده، بسی در روشنسازی دگر بودی بستر فرهنگی هم بودمان یا جامعه ایران پیشا اسلامی کوشش کرد. نمونهش پروین دختر ساسانه، یادم میاد نخستین هنرمند ایرانی که داره اون دگر شکنی، یعنی از یه سیستم بشکنی وارد یه سیستم دیگر رو داره با تخیلش ترسیم میکنه. البته در این زمینه خیلی کم کار شد، چه اون زمان چه سپستر. محمد علی امام شوشتری که تا به امروز ناشناخته ترین این گروهه، این گروه هم فهرستش خیلی درازتره، این 4-5 نفر رو نمونه وار گذاشتم چون نماینده برخی استایل ها هستن، شاید نخستین کسی بود که سامانه ورانه، همون سیستماتیکلی، به بازدریابی و مدل سازی دستگاه های فلسفی به ویژه فلسفه کشورداری روی آورد. مرد بسیار مهمی بود، هیچ کم نمیشناسدش. پس از انقلاب، حالا انقلاب شد، این تا پایان پهلوی دوم بود. گرچه دستگاه دانشگاهی به دست مسلمانان افتاد و دستگاه روشنندیشان خود ایستا، اونایی که روشنندیش مستقل بودن، در درون کشور گسسته و از کشور به بیرون به تبعید رانده شد و فرمان روایی بیچون و چرای الله پرستان برای دومین بار پس از شکست قادسیه بر ایران برگسترده شد، اما بر بنیاد آنچه از مشروطه تا آن هنگام انجامیده بود، اون گامه یا مرحله نوین و تاکنون ناشناخته از بازیابی ایران پیشا اسلامی و بررسی ژرف بر پیامدهای این ترانسفورماسیون، این ترادیسی ایران باستانی به ایران اسلامی برآمد. یعنی پس از سقوط پهلوی دوم تازه سرعت گرفت بجان که کمتر بشه. با انقلاب اسلامی الله پرستان یک کار کردن، پرده تعارف و ادب را که در ایران پس از پیروزی صفویه میون
ایران دوستی و شیعه 12 امامه، یعنی دین ویژه خود ایرانی‌ها، اسلام ویژه ایرانی‌ها برکشیده شده بود. ایرانی‌ها یه جوری با این شیعه صلح کرده بودن، با دین خودشون نگاه می‌کردن، یه کاری دیگه با پشتش نداشتن که با چه فاجعه این پیش اون اومده بود و میگفتن دین ماست، ما با این تو میدان‌های جنگ پیروز شدیم، حالا دیگه چی می‌خوای؟ یه جوری باهاش صلح کرده، اونس گرفته بودن. ولی چون خود الله پرستا این پرده ادب رو دریدن، به دست خود فرو گسستند و با دشمنی با ایران باستانی، میهن دوستی، نمیدونم زبان فارسی، جشنای ایرانی و هرچی که بنیاد فرهنگ ایران رو میساخت برخواستند و به گونه به قول خودشون صدر اسلام ایرانیان را از روزگار ایرانگرایی و شادزیستی پهلوی، حالا با همه کاستیاش، اینجا ما برآورد سیاسی نمی کنیم، به روزگار شلاق و سرکوب و تجاوز جنسی حتی درست به سان پس از قادسیه اون روزگار فرو کوفتند. این جهش ناگهانی که تو مغز بیننده ها شباهت برمی‌انگیخت با اون جهش همون 1400 سال پیش از شادزیستی روزگار ساسانی به دوزخ ایدولوژیک، چنان کارکرد ژرفی در ایرانیان داشت که اونا رو همون یاد شکست هولناک اولیشون انداخت و کوشش‌های آرام و شکیبای روزگار پهلوی در راستای دریافتن ایران کهن انفجاری افزایش پیدا کرد. چون یه بخشی از ایرانیا که از مشروطه به این ور دارای سواد و یه دریافتی شده بودن، این پیامت رو که دیدن و شباهتش رو با اون یکی دیدن، در اینها یک زلزله درونی ایجاد کرد. تا اندازه فهمیدن که همون موقع هم پس چی شده بوده. این گامه یا این مرحله دیگر گواه آدم های دیگه ای شد، مثلا آقای کوروش آریامنش، رضا مظلومان، شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری و دوباره فهرست دراز که در شیوه ها و گستره های گوناگون، ساده دلانه، مردم پسندانه، گاهی دانشی تر، آن بررسی های پیشین را دیگه این بار شفاف و بی‌تعارف می گفتن. با برآمدن تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های همبودمانیک، سوشل میدیا، لایه‌ای بسیار گسترده‌تر از کوشندگان و قلمزنان و برنامه‌سازان به این جوی پیوستند و آن را به رودخانه خروشان درآوردند که ما دیگه تو اون روزگار داریم زندگی می‌کنیم. و گستری شناختگی همه این بحث‌ها رو، همه این جستارها رو در ایرانیان درون و برون کشوری چندین و چند برابر کردند. یکی از سنجهاش برای سنجیدن میزانش این داستان به جای سلام درود گفتنه. من تو روزگار کودکیم در همین فرنگ بودم، چون از کودکی اومدم فرنگ، یادم میاد مثلا تو سالای 80 یا 90 میلادی شاید مثلا از 500 ایرانی در فرنگ مثلا یک نفر درود میگفت. اونم یه مودی بود، تازه راه افتاده بود، آقای همین آریامنش تبلیغش رو میکرد. اکنون یه حدود 50% قوم رو فرا گرفته، یعنی از یکی در 500 به 250 در 500 رسیده و همین بازنمودش هم تو بخش اندیشه پردازی داشته. اکنون کجا ایستاده ایم؟ چه میبایست فراتر انجامید که این یه روند گبالش و پیشغلطش منطقی داشته باشه؟ از دید سخنران اکنون زمان آن رسیده که ما لایه بررسی ها را باز ژرف‌تر بریم و مدل سازی های مدرنتر و گویاتر در بستر روانشناسی و همبودشناسی برنهیم تا فراسوی بررسی های فراگوینده، تشریح کننده یعنی descriptive، به دستگاه های روشنگوینده یا توضیحی یا explanative هم برسیم. هنوز دستگاه های فلسفی و روانشناختی ژرفی برنهاده نشده که این ترانسفورماسیون برای مهتران ایران، برای روشنندیشان براشکارگی بشه. چون اگه شما روشناندیشان رو با خود همراه کنی و مهتران رو و اونو یه بار دریابند اون زمان چه اتفاق افتاده، اونو زبان منطق رو نیاز دارن، بعد این سیل اون موقع تمام لایه‌های دانشگاهی و همه جورم در خواهد گرفت. خود سخنران در این راستا در 15 سال گذشته کوشنده بوده و نمونه کوچک و بسیار ساده گشته از این گونه بررسی ها رو اینجا برمی‌نمایه که خود روشن بشه که ما اینی که میگیم از بررسی های تشریحی بریم به توضیحی، از فراگوینده به روشنگوینده، این سخن چیست؟
ببینید مثلا در مورد اینکه اسلام اومد و کتاب سوزاند آدم کشت و روی همش دینش آورد و ایرانیا رو به این دین خودش آغشته کرد و اینا از دین زرتشتی که یه دین سازنده و تولیدی بود به این دین افتادن، کم و بیش همه آدمای با سوادی که یه منش مستقل ملی داره اینا میدونن. ولی این هنوز اون مدل سازی تو اون عمقی که مثلا ما در نظر داریم به سان ماکس وبر یا اینا نیست. اون گونه رو هم باید الان تکمیل کنیم. من اینجا یک پیشنمود خیلی ساده ای رو ازش میدم که دوستان چون با نشستای دور و دراز ما آشنا هستن که ما چندین و چند زنجیره از نشستای آنالیتیکی داشتیم در این باره که تو اینترنت هم هست، گونه کتبیش هم داره آماده میشه، خیلی کوتاهش رو میگیم که این داستان چیست توی مدل سازی ها. برای نمونه همیشه از من میپرسن که آقا این فرق این ایران باستان چی بوده با این اسلام که میگویید شما مثلا اسلام گویا مثلا شاید چیزو برده، کاستی آورده، سستی آورده. روشن‌اندیش میپرسه که آیا میتوان بنیاد فلسفه و جهان‌نگری ایران شهر رو، ببیشه اون روزگار پایانیشو، روزگار ایران ساسانی رو که دیگونه که کمال اون تکاملیش بود، حالا چه مدل ایران شهری زرتشتی بوده چه ایران شهری سکولار و همگانی بوده، چون این دو گونه ایران شهری رو در جامعهشون داشتن، داستانش هم دراز اینا، ولی ما اینجا نمیشکافیم. این بنیاد فلسفی این ایران شهری رو واشناخت و به کوتاهی فراغ گفت، تشریح کرد. اینجا گونه ای از فشرده ترین و ساده ساخته ترین براهنجش ابستراکشن رو برای برنمودن این بنیاد جهان نگری بنده میارم. با همه دشواری هایی که در این میزان از ساده سازی هست. شما اینجا داریم در 5 دقیقه میخوام داستان رو بگیم. مدل سازی دستگاه های روانشناختیک و همبودشناختیک رو من اینجا بر بنیاد بخشبندی ویژش به آماج و ابزار میارم. دستگاه های دیگه هم هستند که از زمان همین ماکس وبر در حقیقت آغاز شده بود و بحثاش تا به روز هست، بعد از جنگ دوم ضعیفتر شد. لایه های روانشناختیک و اون دوباره بخش میشه به انگیزشی و پردازشی که توی ویدیوهای بسیارمون در اینترنت داشتیم. ولی یه نگاه ویژه است که خیلی آسان این دوتا جهان‌نگری رو در روی هم میذاره. این نگاه ویژه، بخشبندی به آماج و ابزار. جهان‌نگری ایران شهر از نگاه آماج و ابزار چی بوده؟ بالاترین آماج و انگیزه در این جهان ایران شهری یا همون بنیادش هم آیین زرتشت بود و از اون همون هم برآمده بود این داستان، پیشرفت پایان ناپذیر بوده که در کتبی که از ساسانی ها مونده، خوشبختانه چند هزار صفحه هنوز مونده، مهمتریناش در حقیقت بندهشنه تا انزم دین کرد و چیزای دیگه هم هستن ولی اصلیشون بندهشنه، اونجا میشه پیجویی کرد که اینا چی میپنداشتن. بالاترین آماج و انگیزه در زندگی اونا میگفتن پیشرفته، خودشون بهش میگفتن ابزونگی که این ریشه های دینی داشت و بعد به فلسفه سکولار زوروانستان رسیده بود که میگفتن هدف بشر یا به قول خودشون مردم زاد ایجاد پیشرفت دائمه و با این پیشرفت دائم میدونید که ایرانی ها نخستین قومی بودن که ببیشه به یه لینئر کانسپت زمان ایمان داشتن، یعنی سیکلیک فکر نمی کردن مثل هندی باستان و تانزیم یونان باستان، اینا لینئر می اندیشیدن و توی پروسه لینئر یه پیشرفت دائم میخواستن پدید بیارن. تو مباحث کتبشون هم خوشبختانه مونده میشه ثابت کرد. اینو میگفتن که اگه این ابزونگی رو همینجوری دنبالشو بگیری به پایه یه موقع بوندگی میرسی، به زبان خودش چه که از زبان پهلوی مونده، یعنی کمال پویا در حقیقت. این از فعل بودن میومده، بووندگ یعنی هی داره میشه و هی داره بهتر میشه. حالا اینا مثنوی 70 من سنجیدنش که کانسپتشون از کمال حتی به کانسپت رومی ها که اونا میگفتن پرفکتوس از پرفیکره، یعنی اینکه تا ته رفتن و به ته رسیدن و پرفکتوس یعنی به حالت نهایی رسیدن، این با اون فرق داشته، این یه تکامل دائمی رو میگفته هست، هی داری میشی و بازم بهتر خواهی شد، نهایی نخواهد داشت. تو بهشون اون چیزی رو که هدف زندگی توصیف کردن از مینوی خرد گرفته تا بندهش اینو نشون میده که میگفتن آماج زندگی پیشرفت پایان ناپذیره به سوی اون کمال پویا، نه کمال در حقیقت ایستا، بوندگی. که یک نمونه یک سایه بسیار کمرنگ و علیلش در کانسپت های فلسفی کمال هم به ایران اسلامی رسید، ولی این اصلا به اون بوندگی ربطی نداره، یه سایه علیلی از اون. این بالاترین آماج و انگیزه به یاری دو ابزار تو جهان پیجویی میشه طبق نظریه ایرانی های کلاسیک اون زمان، یکی خرد
یا به قول روزگار کهن‌ترشون خرد تاو تو زبان اوستایی و فارسی باستان و تو پهلوی خرد که ما اینجا کنسپتش رو نمیتونیم بشکافیم، چند ده ساعت کار داره. و یکی درون دید آزاد که اینا بهش میگفتن دعینا، یعنی وجدان آزاد انسانی، که زرتشت بنیاد گاتها رو این دوتا گذاشته بود که میگفت اون پیشرفت دائمی رو که ما به سویش داریم میریم، ابزار انجامیمون تو جهان یکی خرده که آنالیز میکنه، باید رشنال تقسیم بندی میکنه، یکی هم وجدانه که کانسپتش از دین رو اصلا به همین نام گذاشت دعینا، از ریشه دعی میاد دیدن، یعنی اونجوری که تو انسان درون خودش رو نگاه میکنه، حقایق درونی خودش رو میبینه و با حقایق جهان بیرونی تنظیم میکنه. اون اهمیت راستی و حقیقت‌گویی هم تو اوستای کلاسیک همین میومده، چون زرتشت بر این باور بوده که تا شما نهایت راستگویی و راستنگری رو پیشه نکنی، حقایق جهان بیرونی رو واقعا نمیفهمی، حقایق درون خودت رو هم نمیفهمی و بعد نمیتونی به ابزار خرد واقعا از پس مشکلات بر بیای و همون پیشرفت دائمی رو ایجاد کنی. شگفت آنکه این بنیاد جهان نگری ایران شهری چیزی نیست جز شالوده همون جهان مدرن فرنگی خودمون، آن گونه که پس از مارتین لوتر برنهاده شد. شما متون لوتر و به ویژه دستیارش ملانکتون رو بخونید. البته پافشاری بر برتری خرد در جایگاه بالاترین ابزار در ایران شهری کلاسیک از مال لوتر هم فراتر میره، خیلی فراتر میره. اون اهمیتی که ابزار خرد تو ایران شهری کلاسیک داشت رو فقط میشه با اهمیتش در فلسفه کانت سنجید. البته نه دیگه به اون درجه، یعنی از پیشرفت کانتی چیز دیگری است. ولی اهمیت ماهویش چرا؟ جایگاهش چرا؟ دستگاه جهان‌نگری ایران شهری حالا به دنبال شکست جنگی نابیوسیده نامنتظره از اسلام به بدترین شیوه آسیب دید و متلاشی شد. یعنی اون تصوری که ایرانی‌ها دارن که میگن ما یه بخش بزرگش رو نجات دادیم و نگه داشتیم، اون غلطه. 95 درصدش سوخت رفت. فقط تو بخش‌های احساسی مثل عرفان و نیسای موند، ولی بخش‌های اصلیش به عرفان ربط نداشت، به منطق ربط داشت. اون همه متلاشی شد. آخرین در حقیقت نفسایی که میزد معتزله بود و سده پنجم کاملا فرو مرد، زیرا که در اسلام با پادنهش خودش روبرو شد، با آنتیتز خودش روبرو شد. آن هم یک آنتیتزی که در خود دستگاه خرد کننده داره برای زدایش و جایگزینی هر گونه آلترناتیو. این فضیلت بزرگ اسلامه که کاملا میاد واسه متلاشی کردن اون آلترناتیوی که قبلش هستن، آگاهانه اون رو متلاشی میکنه. آنگاه که ارتش ساسانی در میدان جنگ از سپاه اسلام شکست فرجامین یافت و ایرانیان بی پناه به چنگ الله پرستان افتادند، در فرایندی 400 ساله زیر شکنجه تجاوز جزی و خارداشت روزانه، از یک سوی و خیلی مهم، این به تنهایی بس نبود، مخشویی سیستماتیک از سوی مرشدین، چون سیستم داشت، مانیفست داشت، به سوی فرمانهای توتالیتر اسلام، از دیگر سوی بنیاد فرهنگیشان اگر نه سراسر زدوده نشد، یه بخشی هم از زبانشان موند، ولی بخش کمی. این فارسی دری امروز با پهلوی اصلا سنجش پذیر نیست، خیلی زبان علیلیه در مقایسه با اون. اما با آنچه پیشتر میتوانست و میشایست بسیار ناسازگار شد، کمابیش صدی نود ریخت به هم و ایرونی های امروز پیامد اونن. در اینجا اکنون ما حالا یک کوشش هم میکنیم که بنیاد جهان نگری اسلام رو هم بسنجیم که بتونیم رو در روی هم بذاریم. بالاترین آماج، اونم یه آماج داشت و دو ابزار، من اونجوری سیمپلیفای کرده بودم، ساده سازی کرده بودم، اینجام در آینه اون به همین گونه. بالاترین آماج و انگیزه در زندگی اسلام رفتن به بهشت است و در آنجا بهره برداری از زندگی بیکوشش و پرشهوت، که خود مهتران دین با افتخار میگن که میریم اونجا دنبال شهوت. این آماج با دو ابزار پیجویی میشود: ایمان، یعنی باور کورکورانه از ریشه امونه در عربی کلاسیک تا آرامی برمیگرده، استوار و سرسخت بودن به دستورهای الله، یعنی اون یکی خرد رو داشت که چیز جوینده است و تطبیق دهنده است، این یکی امونه بجاش داره، ایمان، یعنی اینکه کاملا مثل سنگ سخت شده تو اون باورش، یعنی با اون فضیلت بهش نگاه میکنن.
نیز بدان سان که مسلمان از باور و فرمانبرداری رو به الله تازه به امنیت درونی هم میرسه. این ایمان دو پهلو کار میکنه، هم به ریشه امونه برمیگرده، هم آینه میسازه با امن. یعنی شما کاملا سنگواری در باورت و به وسیله این سنگواری به امنیت درونی میرسی، دیگه هیچ گونه شکی هم نداری به هیچی. تقوا، گردن نهادگی به دستورهای الله از برای ترس از او. از تقا، اینم برمیگرده تا عربی کلاسیک، تا آشوری و آرامی. این رو در روی که اون یکی رو در روی خرد بود، این رو در روی وجدان قرار گرفته. خیلی جالبه که واقعا آنتیتز هم دیگه هستن. بر هر نگرنده حتی ناکارشناس اینجا به سادگی آشکار است که چه در انگیزش، چه در پردازش، یعنی چه در اون آماجش و چه در اون روشش، ابزارش، اسلام پادنهش یا آنتیتز 100% آشتی ناپذیر اون چیزی که ما به عنوان جهان‌نگری ایران کلاسیک بهش نگاه میکنیم، ایران شهری. جایگزینی آماج پیشرفت پایان ناپذیر با همه چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی که داره همچین پیشرفتی، با آماج آماده بهشت روی به سوی آسان زیستی و شهوترانی، این بود که به ژرف‌ترین شیوه ایران صنعتی روزگار باستانی رو که به سخت کوشی زبان زد بود به ایران مصرفی کرخت خودمون در آورد. این بود، اصلش این بود تو بخش آماج. جایگزینی خرد با ایمان، اندیشی اون برنده و رهیابنده رو به باور کرخت در آورد که روشن توان هر گونه نوآوری رو که ایرانی های باستان دوباره توش زبان زد بودن ازشون گرفت. و این بود که اون موقع ایرانیان رو وقتی روز پیشرفت و گسترش فرنگیا فراز اومد اونا رو بیپناه گذاشت. حالان که ایران باستانی رو به نیاکان فرنگی ها خیلی اوقات در بیشتر زمان حتی از در برتری برخورد میکرد، بس که ایرانی ها نوآور بودن و ابزار این کار خرد بود، چه در کارهای نظامی، چه در کارهای کشوری، راهسازی، شهرسازی. داستانش درازه، توی ویدیوهای دراز آموزشی در مورد روزگار ساسانی ها گفتیم که از رومی ها جلو زده بودن از نیمه دوم ساسانی ها و اونا بر خان اینا نشسته بودن تا برعکس. جایگزینی درون دید یا وجدان آزاد با تقوا که چی میشه؟ هر گونه بازرسی و کنترل مستقل خود ایستا بر اندیشه و کنش انسان رو زدود به جای اون درون دید، به جای اون وجدان آزاد که زرتشت روش پافشاری داشت، تقوا اومد، ترسیدن از خدا که اونو تبدیل کرد آخر سر به یه انجامنده بی جان و روان. گسترش دروغ و دغا که همین در کشورهای اسلامی خیلی میگن تا مرز سرسام میره، این پیامد همین بوده. کسی که خودش نمیتونه به درون خودش نگاه کنه و راستی های کنش خودش و بزه خودش رو ببینه و بسنجه با جهان بیرونی و نیازهای جهان بیرونی، بلکه بر چارچوبای دقیقت فقهی قالبی که باید فقط باور داشته باشه و از خدا بترسه و اونا رو از ترس پیروی کنه، این اون آدمی که بعدن به آدم کلاه شرعی تبدیل میشه. یعنی چون اصلا دیگه درون خودش نگاه نمیکنه و اون توی یک بنبست گیر میکنه، میونه نیازهای عادی انسانی، ترس دائمیش از الله و آخر سر کوشش میکنه حتی سر خودش و الله دوتایی کلا بذاره که به نیازها برسه. وقتی یه بارم این راهو رفت دیگه برای همیشه پاش به دروغ باز میشه، یعنی از اون دروغ مصلحتی نخستی میگذره و بعدن زندگیش رو کنترل میکنه و سر از اون جامعه اسلامی در میاره که توش اون چیزی که دوستان گفتن هنجارهای اخلاقی سازنده دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، چون اونایی هستن که با خرد، با جهان تولیدی و پیشرفت هی تنظیم میشن، ولی اینجا هیچ کدومشون وجود نداره. نه جستجو به دنبال پیشرفت، نه ابزار خرد که پرمننت آنالیز میکنه، دائم آنالیز میکنه، و نه این توان که یه بار به درون خودش نگاه کنه. میدونید که وجدان اصلا یه گونه شرکه در برابر دستورهای الله، چون وقتی وجدان رو به کمک میاری یعنی اینکه اصلیت دستورهای قالبی الله رو گذاشتی کنار یا زیر سوال بردی، این شرکه در حقیقت. باید در حقیقت اون شخص رو به قتل رسون. من تا اینجا به پایان میرسونم. این فقط نمونه وار میگفتش که ما یه همچین راه های آنالیتیکی دقیقی رو تو این مسیر باید ببریم و با کوشش های رده میانه و ساده و هنری که الان هست اینا رو همه رو باید به بستر منسجم تبدیل بشه، که هم نظر نظری
هم از نظر احساسی بتونه این رودخانه گسترده شونده رو تبدیل کنه به اون چیزی که جناب وفا یغمایی میل داشتن که ایران پس از 14 سده واقعا اساسی پس بگیره و دوباره تبدیلش کنه به یک کشور نیرومند. از من دست.